من بچه هم دارم که حالتون عالی باشه من مستر خوب خوب هستم و با یه ویدیو دیگه راجع به داروی پنتو پرازول بر سراغتون برگشتم توی این ویدیو قرار راجع به پنتو از صفر تا صد بحث کنیم راجع به مکانیسمش بهتون بگیم اینکه کجا استفاده میشه چرا استفاده میشه عوارضش و در واقع دوزاجش چیه کجا تداخل داره و خوشدارهاش چیه دوستان آیا درسته که داروی پنتوپرازول پرازول است یا نه میتونه عوارض خطرناکی داشته باشه لست دو ببینیم, ببینیم. ماجرای پنتوپرازول چیه خب دوستان اینجا نوشته پنتوپرازول و پرازول همانند اوم پرازول و این دوتا داروها آخرشون آزول هستش داروهایی هستن جزء دسته پی پی آی وقتی ما میگیم پی پی آی منظور ما پروتون پمپ اینهیبیتر هستش اینهیبیتر یعنی مهار کننده پمپ یعنی همون پمپ مبادله کننده یه سری از حالا الکترولیت ها و پروتون یعنی همون اچ مثبت عامل اسید پس یه دارویی داریم که میاد پمپ پروتون رو توی معده مهار میکنه چرا این کار میکنه چون میخواد باعث کاهش ترشح اسید توی معده بشه خب شاید بگید خب مثل معده خودش اسید ترشح میکنه چرا ما باید باعث کاه... با یه دارویی بدیم که کاهش اسید بده خب دوستان توی افراد عادی اسید به میزان کافی ترشح داده میشه و بیش از اندازه نیست و معمولا ما پی اچ معده یعنی اسیدیته معده بین یه کنیم سوونیم هستش حالا در بعضی از بیماری ها و بعضی از مواقع پی اچ معده اسیدی تر میشه و کمتر از یک کنیم میشه و این کاهش پی اچ میتونه به بافت اطراف معده آسیب بزنه و باعث ایجاد خونریزی از در واقع لوله گوارش قسمت های مختلف مثل مری معده و حتی دوازده بشه و این بد ما این چیز رو نمیخوایم برای همین این داروها رو میدیم که با مهار پمپ پروتون باعث کاهش ترشح اسید میشن حالا چطوری این دورها باعث کاهش و اسید میشن دوستان برگردیم سراغ شیمی دبیرستان یادتون هست ما یه دونه معادله داشتیم این شکلی بود دیگه در واقع دی اکسید کربن CO2 وقتی که به علاوه آب میشد H2O به ما چی میداد به ما در واقع اسید کربونات میداد H2CO3 میداد این اسید بعدش میتونست هاش دو سی او سه بعدش میتونست تبدیل بشه به در واقع هیدروژن و بی کربونات هاش سی او سه. حالا شاید بگید خب مثل چرا اینو داری به ما میگی این چه فایده ای برای فهمیدن دارو داره خب الان نمیتونید نو درکش کنید بیایید سراغ مکانیسمش که قشنگ بدونید ماجرا چیه دوستان ببینید اینجا جایی هستش که اسیدها در واقع سلولهای تولید کننده اسید معده اینجا قرار دارن نزدیک دوازده نزدیک خروجی معده و ما اگر اینجا یه برش بزنیم به سلولهای معده و اونو خارج کنیم بیایم بزرگ کنیم شما همچین چیزی رو می‌بینید خب این قرمز که اینجا می‌بینید این همون در واقع شریان‌ها و عروق هستش که در اطراف معده قرار دارن و مواد رو میبرن سمت معده که در واقع معده رو حالا اکسیژن رسانی بکنن و تغذیه‌اش بکنن اطراف معده ما این عروق رو داریم حالا این سلول ها سلول های دیواری میدن که ما اینجا کندیم اووردیم اینجا وارد کردیم من اگه بخوام یه فلش بزنم در واقع ما این سلول ها رو از اینجا کندیم و بزرگشون کردیم با میکروسکوپ دارید نگاه میکنید خب اینجا سلول های مختلف شما میبینید سلول های سی, سی یا چیف سل یا همون سلول های اصلی که در واقع اکثر سلول های معده رو همین سلول ها تشکیل میدن همون سلول های سی سی هستن اما علاوه بر اونها ما یه سری سلول ها داریم که در انتهای اینجا معده قرار دارن به نام سلول های پریتال یا کناری خب این سلول های کناری سلول, سلول های اصلی بزرگن تعدادشون کمتره ولی بزرگتر هستن ولی کار خیلی مهمی رو انجام میدن بیا بهتون بگم چه کار میکنم ببینید ما توی خونمون خب CO2 داریم دیگه دیوکسید اکسید کربن داریم دیوکسید اکسید کربن از طریق خون و فضای میان سلولی وارد سلول‌های کناری یا پریتان میشه خب در سلول‌های کناری ما آب داریم CO2 به علاوه آب میشه و به ما چی میده H3CO3 میده درسته پس به ما H3CO3 میده CO2 به علاوه آب شد به ما HCO H2CO3 میده حالا H2CO3 گفتیم تبدیل میشه به چی به هیدروژن مثبت و هاش سی او سه بی کربونات خب هاش مثبت عامل اسیدیه که همون پروتونه یادتون هست اینجا داریم مهار کننده پمپ پروتون در واقع هیدروژن مثبت یا هاش مثبت همون پروتونه و هاش سی او سه بی کربونات همون عامل بازی هستش پس ما یه عامل اسیدی داریم اینجا یه عامل بازی این اتفاق توی سلول کناری میفته حالا اتفاق دیگه ای که میفته اینه که هاش این هاش مثبت یا پروتون از طریق پمپ پروتون این پمپ قرمز رنگ میبینید از طریق پمپ پروتون انداخته میشه به داخل مده اینجا داخل مده است اینجا داخل مده انداخته میشه به داخل مده میاد اینجا بیرون هاش مثبت و در قبال هاش مثبت یه چیزی این پمپ وارد میکنه که این انرژی رو براش تامین بکنه در قبال هاش مثبت چی وارد میکنه این پمپ میاد پتاسیم وارد میکنه پس هاش مثبت رو میندازه بیرون پتاسیم رو میاره داخل پس پتاسیم وارد سلول های کناری شد هاش مثبت که عامل اسیدی رفت توی معده توسط سلول کناری حالا گفتیم علاوه بر هاش مثبت توی سلول های کناری کربنات داریم هاش،, هاش سی او سی رو داریم خب هاش سی او, سی او سی از طریق یه در واقع پمپ دیگه ای انداخته میشه به سمت خون و در قبال هاش سی او سه به داخل سلول های باید یه چیزی بیاد اینجا هاش سی هاش مینداختیم پتاسیم وارد میکنیم اینجا هاش سی رو میندازیم توی خون به جاش چی می... میاریم داخل کلور میاریم داخل و بعد کلور میتونه از طریق در واقع این آ... آ... مایع امیان بافتی و این سلول ها و کنار سلول ها وارد معده بشه و بیاد اینجا حالا ما اینجا چی داریم اینجا یه هاش مثبت داریم یه سی ال داریم یا همون کلور داریم اگه اینها رو به علاوه هم بکنی میشه هاش سی, ال. هاش سی ال یا HCl چی هستش دوستان در واقع هیدروکلوریک اصید... اسید, دیگه این اسید خیلی قوی هستش دوستان و در واقع یکی از مهمترین اسیدها توی معده همین اسید هیدروکلوریک اسید هستش حالا هیدروکلوریک اسید به خودی خودش نمیتونه در واقع غذا رو هضمش کنه در نتیجه این سلول های سی سی میان یک پروتئینی به نام پپسینوژن رو ترشح میدن که فعال نیست پس پپسینوژن فعال نیست سلول های سی سی میان یه دونه پروتئین رو تولید میکنن پپسینوژن این برای هضم که فعال نیست وقتی که هاش سی او هاش سی ال میاد روی پپسینوژن تاثیرش میذاره تبدیلش میکنه به پپسین پس اینجا تبدیل شد به پپسین حالا پپسین به علاوه هاش سی این دوتا اصل ماده اسید معدن این دوتا میان با حزم مواد توی معده باعث در واقع حزم مواد و ایجاد کیموس و انداختن برای سایر مراحل گوارش میشن پس این ماجرا رو تا اینجا فهمیدی حالا توی یه سری از موقعیت ها مثل ایجاد استرس مثل مثلا استرس به دنبال ترومادر در تصادف ها ما میبینیم توی تصادف ها پنتوپرازول میدن مثل استرس مثل افرادی که ژنتیکن ترش میکنن و اسید زیاد میده تولید میکنن مثل خون ریزی های گوارشی مثل در واقع یه سری سندروم مثل زولینگر آلیسون سندروم زولینگر آلیسون این اینجا تولید این اچ مثبت خیلی بالاتر میره در نتیجه تولید هاشسیل هم بالاتر میره و میزان اسیدیته معده خیلی خیلی زیادتر میشه یعنی yani پی اچ میاد کمتر از یک کنیم حالا ما باید یه دارویی رو بدیم که این چرخه رو متوقف میکنه ما از داروی پنتوپرازول استفاده میکنیم داروی پنتوپرازول چه کار میکنه دقیقا داروی پنتوپرازول دوستان وقتی که ما استفادهش میکنیم میاد این پمپ هست که بهتون گفتم پمپ پروتون هستش آش مثبت رو از داخل پریتال میندازه بیرون به جاش و میاره داخل این پمپ رو مهار میکنه در نتیجه هاش مثبت دیگه نمیتونه بیاد توی معده و نمیتونه به کلور متصل بشه و دیگه ما هاش سی نخواهیم داشت و اگر هاش سی نخواهیم داشت یعنی پپسینوژن دیگه فعال نمیکنه که بخواد تبدیل به پپسین بشه و تمام میزان اسیدیته معده میاد پایین با مهار یک پمپ در واقع الان فهمیدی چرا بهش میگیم مهار کننده پمپ پروتون و این هدف ماست که بفهمیم قشنگ منظور از دارو چی هستش حالا این دارو رو کجا استفادهش میکنن؟ این دارو رو در گرید استفاده میکنن جی ای آر دی دوستان یک بیماری هستش به معنای رفلکس معده به مری یه سری افراد دوستان به خاطر اسید... اسیدیته زیاد به حت و حتی مشکل اسفنگتری مواد اسیدی به سمت در واقع مری پس داده میشه و اینجا احساس سوزش و ترش کردن میکنن و ما به اینها میگیم گرید که این بیماری گرید Uh, یه بیماری هستش که باید از داروی پنتوپرازول استفاده کنیم که اسیدیته معده کاهش پیدا کنه که نتونه برسه به مری و باعث ایجاد سوزش سردل بشه این یکی از جاهایی که استفاده میشه دو سندروم زولینگر آلیسون یه سندرومی هست به نام زولینگر آلیسون که باعث افزایش گاز معده نف و افزایش اسید میشه که باز هم با استفاده از پنتو میتونیم این رو مهار کنیم در زخم های پپتیک زخم هایی که افرادی که دچار زخم و التهاب در دیواره معده دارن به خاطر اسید بالا در اندوسکوپی دیده شده که زخم داره باید از پنتوپرازو برای سرکوب ازید و عدم آسیب بیش از اندازه به زخم استفاده کنه در استرس ها شاید خیلیتون ببینید که توی تصادف ها برای بیمار پنتوپرازول بنویسن و بپرسید چرا بیماری که تصادفی چرا رفت به معده داره دوستان در بیماری که تصادفی به خاطر ایجاد استرس ناگهانی احتمال تولید اسید بالا میره و این افزایش اسید به خصوص در افراد وزنه میتونه آسیب شدیدی به معده برزنه همون لحظه آسیب هات و بعدش میبینه بعد از یه بعد از تصادف دچار زخم معده شده به خاطر همین ما از داروی پنتوپرازول در استرس ها میتونیم استفاده کنیم در خونریزی های گوارشی جی بلیدینگ معمولا دو برابر پنتوپرازول استفاده میشه در ACS ای ها و بیماری های قلبی افرادی که با بیماری قلبی مراجعه میکنن ما معمولا بهشون پنتوپرازول میدیم که احتمال اینکه درد از معده است حذف بشه دوستان این خیلی مهمه که ما حداقل بفهمیم درد از معده نیست چون با پنتوپرازول خوب نشده و همچنان درد داره و ما مطمئن بشیم درد از قلب هستش بخاطر همین توی قلبی ها هم این رو میدیم و یا حتی به این قلبی ها اینو میدیم که درد بیشتر از اندازه نشه و فشار نیاره به قلبشون خب حالا بریم سراغ دوزاجش دوستان پنتوپرازول معمولا آمپول هاش و قرص هاش دوز چهل میلی گرمی هستش ولی قرص های 20 میلی گرمی هم وجود داره معمولا برای بزرگسال ها به صورت روزانه به خصوص در سندروم زولینگر در افرادی که رفلکس معده به مری دارن به صورت روزانه برای هش هفته استفاده میشه یا در بیمارستان ها به صورت دوبار در روز استفاده میشه برای حالا مدت زمان بستری در اطفال کمتر از پنج سال ما پنتوپرازول نمیدیم چون سیفتیش و امنیتش هنوز ثابت نشده در ما نمیدیم حداقل باید فرد پنج سال باشه که ما بتونیم براش از پنتوپرازول استفاده کنیم اما عوارض پنتوپرازول چیه؟ یکی از مهمترین عوارضی که شما میتونید بعد از تزریق پنتوپرازول ببینید ایجاد سردرد هستش پس اگر طرف سردرد داشت بش بگید نگران نباشید به خاطر دوری پنتوپرازوله تهوع استفراغ ممکنه بده و شکم درد حتی ممکنه ایجاد بکنه آسیب محل تزریق هم هست پنتوپرازول از اون دست داروهایی هستش که اگر بره زیر بافت زیر جلد و یا در واقع بره توی ازوله میتونه باعث ایجاد آسیب بشه و ادم صورت در یک سری از افراد باعث ایجاد ادم صورت میشه همیشه نه در بعضی از افراد حتی بصورات جلدی رو هم ما میتونیم ببینیم اما توی بارداری میتونیم پنتوپرازول بدیم یا نه معمولا توی باردارها پنتوپرازول داده میشه اما گفته شده که اشتباهه ببینید اگر داروی آلترناتیوی نداشته باشیم و باردار واقعا درد معده داشته باشه اون وقت میتونیم بدیم کاتگوریش بی هستش ولی در یک سری از سازمان های در FDA بیه ولی در یک سری از سازمان های دیگه گفته شده حتی سیه و حتی ممکنه معلوم نباشه در بعض از مواقع آسیب به جنین های حیوانی دیده شده و به خاطر همین توصیه نمیشه داده بشه همیشه بهتره که استفاده نشه قرص خب دو, دو شکل داریم یا قرصش هست یا آمپولش هست پنتوپرازول قرصش باید حتما سی دقیقه قبل از غذا استفاده بشه به بیمار آموزش بده که قبل از غذا سی دقیقه استفاده کنه جویده نشه هیچ وقت پنتوپرازول و جویدنی ندید در واقع باید حتما برسه به معده و اونجا تجزیه بشه این بده اصلا جویدنی به بیمار توصیه نکنیم تداخل با مشروبات الکلی تداخل داره پنتوپرازول با چه داروهای تداخل داره با مشروبات الکلی تداخل داره یک دو با داروی پلاویکس تداخل داره یا همون در واقع دارویی که برای عدم ایجاد لخته در بیمارای حالا قلبی داده میشه وقتی که پنتو و پلاویکس رو با هم بدید باعث کاهش اثر و غیر فعال شدن پلاویکس میشه داروی دیگوکسین یا دیجاکسین با داروی پنتوپرازول تداخل داره دوستان اگر داری دیگوکسین فرم قرصش رو با داروی پنتوپرازول فرم قرصش با هم استفاده بکنید باعث افزایش سمیت داروی دیگوکسین میشه چرا چون پی اچ معده رو بالا میبره پنتوپرازول و دیگوکسین در پی اچ بالا باعث افزایش در واقع جذب مسمومیت میشه اینو دقت کنید متوتروکسات داروی متوتروکسات هم با پنتوپرازول باعث افزایش مسمومیت و عدم دفع متوتروکسات میشه این هم خطرناکه و وارفارین اگر وارفارین دارید با پنتوپرازول استفاده میکنید قطعش کنید چرا چون باعث کاهش اثر وارفارین میشه حتما پنتو باید قطع بشه چرا چون وارفارین عملا کاهش اثر داده میشه خب اینها تداخلات بود الان بریم سراغ هشدارها خیلی ها میگن که پنتوپرازول فاقد عوارض و یک دوره سیفی هستش ولی این درست نیست بیا بتون بگم چرا درستید و دوستان حواستون باشه با یه معده درد ساده نرید سراغ پنتوپرازول خطرناکه حتما با تجویز پزشک باشه سرخود خود نرید داروخونه بگید پنتوپرازول بده بذارید استفاده کنیم معده درد داریم این اشتباه بیا بهتون بگم عوارضش چیه هشدارها Uh, یکی از عوارض پنتوپرازول ایجاد آتروفی بافت گوارش در طولانی مدت اگر پنتوپرازول رو به صورت طولانی مدت استفاده کنید کم کم باعث آتروفی بافت معده آتروفی حتی بافت دوازدهه میشه و در نهایت جذب رو سختتر میکنه و فرد میبینید کاهش وزن خواهد داشت حتی میتونه برای عوارض خیلی بدتر اتفاق بیفته دوستان پس آتروفی بافت گوارش که بدترین عوارضشه البته در طولانی مدت ایجاد کمبود ویتامین ب 12 یکی از عوارضی که پنتوپرازول ایجاد میکنه کمبود جذب ویتامین B12 هستش دوستان و در نتیجه ممکنه در افرادی که پنتوپرازول استفاده کنن به خاطر کمبود ویتامین B12 ما کمخونی مگالوبلاستیک رو ببینیم اون کمخونی که توش گلبول های قرمز خیلی بزرگ میشن به خاطر نبود B12 پس حتما بعدش آزمایش بدید و اگر در واقع تشخیص کمبود B12 یا پنتو باید قطع بشه یا آمپول b باید دریافت بشه ایجاد بیماری در واقع کلستریدیوم دیفیسل دوستان کلستریدیوم دیفیسل یه باکتری گرم مثبتی هستش که اگر دیده شده اگر دارید پنتوپرازول استفاده میکنید به خصوص در بیمارستان کلستریدیوم دیفیسل میتونه در روده های شما رشد بکنه و ایجاد اسهال آبکی حتما آبکی و تب کنه و حتی ایجاد قشاع کاذب در روده بشه و اینها علائمی هستن که بهتون میگن قطعش کن پنتوپرازول قطعش کن چون این میتونه خیلی خطرناک باشه واسه دهیدریشن بیمار و حتی وارد شوک کردن بیمار چون اسهال به شدت آبکی هستش کلسترولیوم دیفیسل اما حالا بریم سراغ معمولا هم اسمش در واقع مخفف اسمش سی دی ای دی هستش کلسترولیوم دیفیسل شکستگی استخوان دوستان توی استفاده از پنتوپرازول به خصوص در سالمندان به صورت طولانی مدت ما شکستگی استخوان رو میبینیم به خصوص استخوان هیپ یا لگن چرا چون پنتوپرازول باعث کاهش کلسیوم میشه به دنبال کاهش منیازیوم باعث کاهش کلسیوم میشه و در نتیجه میتونه باعث شده پوکی استخوان بشه پس در که پوکی استخوان دارن پنتوپرازول رو با دقت استفاده کنید اما یکی از بدترین عوارض پنتوپرازول ایجاد هایپومنیزیومی هستش و کاهش منیزیوم خون ببینید دوستان من توی ویدیوی هایپو هایپومنیزیوم گفته بودم که منیزیم پولیس بدنه اگر باشه بدن آرومه اما اگر منیزیم وجود نداشته باشه بدن بیقرار میشه تشنجات اتفاق میفته پرش ازولات رخ میده بیقراری رخ میده و حتی آریتمی های قلبی رخ میده مثل ترساد پوینت و میبینیم مثلا قلب به صورت ریتمش ساده پوینت میشه فرد می شل میشه خستگی داره عدم تمرکز داره عدم جمع شدن حواس داره اختلال شعور داره و همه اینها ممکنه با هم اتفاق بیفته که نشون دهنده کاهش منیزمی که حتما باید برای بیمار منیزم چک کنیم که ببینیم پنتوپرازو روی منیزم تاثیر گذاشته یا نه خب چه علائمی داره هایپومانیزمی آریتمی میده که بهتون گفتم کیو های کیوتی ابنرمال تورساد دو پوینت ممکن اتفاق بیفته آریتمی ها تتانی ممکن رخ بده پرش ازولات تورساد دو پوینت رو گفتم و علاوه بر هایپومنیزمی به دنبال کاهش منیزیم کلسیوم هم کاهش پیدا میکنه که گفتیم که از علت های ایجاد پوکی استخوان هستش حتما باید کلسیوم و منیزیم با هم چک بشه پتاسیم را هم چک کن ممکنه همشون با هم بیان پایین خب ایجاد پونومی در بعضی از بیماران دیده شده وقت در نادره ولی دیده شده وقتی استفاده از پنتوپرازول میکنیم در بعض از بیمارانی که سیستم ایمنیشون ضعیفه یا سالمندان ما ایجاد عفونت ریوی رو بیشتر از بقیه دیدیم در نتیجه اینو در نظر بگیرید که میتونه ایجاد نمونی بکنه پنتوپرازول خب داروی پنتوپرازول شروعش یا آنستش چه شکلی هستش اگه به صورت قرص استفاده کنیم دو نیم ساعت بعد اثرش شروع میشه اگه به صورت در واقع آمپول استفاده کنیم به صورت وریدی 15 دقیقه بعد اثرش دیده میشه نیم عمر داروی پنتوپرازول یک ساعت هستش و اینو در نظر بگی که نیم عمر یک ساعته داره نه بیشتر نه کمتر حالا نحوه تزریقش نحوه تزریق پنتوپرازول این چون قرصش رو بهتون گفتم ولی تزریق پنتوپرازول آمپول پنتوپرازول رو موقع استفاده میکنیم که قرصش به ما جواب نده همیشه نرید مستقیم سراغ داروی پنتوپرازول از آمپول استفاده بهتون گفتم عوارضش چیه پس اول با قرص شروع کنید اگه خوب نشدید برید سراغ در واقع آمپول این بده که مستقیما برید سراغ آمپول مگر در بعض از بیماری ها. تزریقش به چه شکل؟ تزریقش حتما باید به صورت آی وی باشه چرا چون تزریق ازولانی اصلا توصیه نمیشه احتمال آسیب بافتی وجود داره پس ازولانی ندید فقط تزریق به صورت آیوی وی مستقیمه آهسته تزریق بشه تا یک دقیقه دیدم که پنتوپرازول رو به صورت خیلی شوت میدن و با مثلا 4 سی سی آب مقطر عقیقش میکنن و میدن این اشتباهه دوستان ممکنه عوارضی نده و شما عارضه ندید نبینید ولی ممکنه بعدش عوارضش رو نشون بده دوستان حتما پنتوپرازول حداقل حت با 10 سی سی کنید و تا یک دقیقه آروم به بیمار بدین که احتمال ایجاد عوارضش بیاد پایین خب در خون ریزی های در خون ریزی در واقع گوارش در خون ریزی های جی بلیدینگ معمولا پنتوپرازول دوزش و دو برابر میکنن میگن 80 میلی گرم به صورت مستقیم آی وی بده شما دو تا ویال پنتوپرازول رو باز میکنی میکشی و توی مثلا 10 سی سی الا 20 سی سی به صورت آیوی مستقیم به بیمار میدی بعدش معمولا بعد از اون اوردر 80 میلی گرم استات آی وی شما میبینید اوردر 8 میلی گرم تی هر یک ساعت رو شما میبینید دکتر داخلی نوشته برای اینکه خونریزی گوارش میدن شاید بگید خب این یعنی چی دوستان ببینید وقتی که شما 80 تا این دو تا ویال به صورت آی وی دادید خیلی عادی بعدش میاد در واقع فرم انفوزیون برای بیمار آماده می‌کنی توی میکروست چرا چون نمیخواد بیمار در واقع اسید تولید کنه و اون زخمش بیش از اندازه بشه و خونریزیش بیش از حد بشه در اینجا میخواد یه دوز ثابتی از داروی از اونجایی که نیمه عمرش کوتاه یک ساعته میخواد یه دوز ثابتی از پنتوپرازول بگیره که اسیدیتش بالا نره خب چطوری میتونیم در واقع دارو رو انفوزیون کنیم ببینید وقتی میگه 8 میلی گرم در ساعت شما میاید یک میکروست رو آماده میکنید نورمارسالین با نورمارسالین در واقع به نورمارسالین وستش میکنید و 100 سی سی توی میکروست میذارید و بعدش دو سان میاید دو تا ویال پنتوپرازول 80 تا میکشید توی سرنگ و اون 80 تا رو میریزید توی 100 سی سی حالا بیمار باید نوشته که 8 میلی گرم طی یک ساعت باید دریافت کنه خب شما میگید اگه 100 سی سی 80 تا داره چند سی سی 8 میلی گرم داره خب یه طرف وسط این ساده میفهمیم که 10 سی سی میشه در واقع 8 میلی گرم پس شما باید توی یک ساعت 10 سی سی از این 100 سی سی رو به بیمار بدید و در واقع همینطور برید جلوتر تا مثلا در طی 8 هش ساعت 8 تا سیسی به بیمار بدید این شکلی یعنی هر یک ساعت 10 سیسی و انفوزیونش به این شکل هستش دقت کنید که پس برای اونهایی که مثلا 8 می تا میگیرن مستقیم و 80 تا 8 تا انفوزیون شما 4 عدد ویال میارید دو تا رو مستقیم آیو میدید دو تا رو میذارید توی میکروست و تنظیمش میکنید که هر یک ساعت 10 سیسی بگیره خب این بود خلاصه از داروی پنتوپرازور امیدوارم که از این ویدیو لاحت لذت برده باشید یادتون حتما سابسکرایب کنید زنگوله کنارش رو بزنید و لایک رو حتما بزنید هر چقدر از ما بیشتر حمایت کنید ما ویدیوهای بیشتری براتون خواهیم ساخت تا ویدیو بعدی خدا نگهدار